سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. توی این ویدیو به خبر تلخ تجاوز و قتل امیر حسین خادمی پرداختیم. با ما همراه باشید. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدمون زودتر از همه با خبر بشید. چند روز پیش عکسی از امیر حسین خادمی در فضای مجازی دست به دست شد که به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی این نوجوان 16 ساله قربانی تجاوز و قتل شده. خبر انقدر تلخ و غم‌انگیز بود که بسیاری از مردم در هیاهوی خبری تلخ درگذشت مهسا امینی در فضای مجازی به اون واکنش نشون دادن. نزدیکان این نوجوان زرین دشتی اعلام کردند که اون از طرف 3 نفر از جمله 2 تا صاحب کارش مورد تجاوز قرار گرفته. امیر حسین فردای اون روز از متجاوزان شکایت میکنه، اما اونجوری که خانواده امیر حسین میگن دادستانی توجه چندانی به این شکایت نمیکنه و چند ساعت بعد جنازه‌اش توی بیابانهای شهر حاجی آباد پیدا میشه. این خبر وقتی به گوش محلی ها رسید همه شهر شوکه شدن. مردم به خیابون ها ریختن که صدای اعتراضشون رو به گوش مسئولان شهرشون برسونن. مردم میخواستن ابعاد این موضوع هرچه زودتر روشن بشه. امیر حسین در زمان مرگ فقط 16 سال داشت و دانش آموز کلاس 10 بود. اون به خاطر شرایط اقتصادی خانواده تصمیم میگیره که هم درس بخونه و هم کار کنه. محلی ها کسایی که امیر حسین رو میشناختن میگن امیر حسین پسری بسیار خوب و درس خون بود. به خاطر کرونا و آموزش مجازی تابستون امسال هم درس خوند و هم کار کرد. امیر حسین 1.5 سال تعمیرکار برق خودرو بود. با اینکه پول چندانی در نمی آورد، اما مثل همسن و سالهای خودش دوست داشت کار یاد بگیره. البته یه جورایی هم میشه گفت که مجبور بود که کار کنه تا خرج خانوادهشو بده. شروع این داستان تلخ از اینجا بود. صبح روز شنبه 19 شهریور ماه مثل همیشه رأس ساعت 8 در محل کار حاضر شد و تا ساعت 8 شب هم مشغول به کار بود. بعد از کار به خونه رفت تا به مادر بیمارش کمک کنه. ساعت نزدیک 10 شب میشد که یکی از صاحب کارهاش بهش زنگ میزنه و میگه اونها در بیابان در حال خوشگذرونی هست و اگر امیر حسین میتونه برای اونها غذا بخره و به اونجا ببره. امیر حسین هیچ وقت حرف صاحب کارش رو رد نمی کرده و با تمام خستگی راهی آدرسی میشه که صاحب کارش فرستاده بوده. ساندویچ ها رو بهشون میده. زمان برگشت هر 3 نفرشون بهش حمله میکنن. 2 نفرشون امیر حسین رو میگیرن و 1 نفر دیگه با طناب دستهاش رو میبنده و در نهایت بهش تجاوز میکنن. این روایت یکی از نزدیکان امیر حسینه که به دلایل شخصی نمیخواست اسمش منتشر بشه. اون درباره این فاجعه میگه وقتی ساعت 12 شب میشه مادرش به گوشی امیر حسین زنگ میزنه که بپرسه چرا انقدر دیر کرده. یکی از صاحبکارا جواب تلفنو میده و میگه امیر حسین در حال تعمیر ماشینه و نمیتونه جواب بده. اون به مادر امیر حسین میگه اون الان زود برمیگرده خونه. امیر حسین وقتی برمیگرده خونه مادرش با لباسهای کثیف اون روبرو میشه و ساق دستش هم سوخته بوده. از اون میپرسه که دستت چی شده؟ در جواب امیر حسین میگه از موتور افتادم. اون شخص که از نزدیکان امیر حسین بوده روایت مادرش رو اینجوری تعریف میکنه. مادرش برای ما تعریف کرد. امیر حسین تا صبح نخوابید و فرداش هم صبحانه نخورد. به اون گفتم که بریم کارهای مدرسه رو انجام بدیم، اما قبول نکرد. چند ساعت بعد زنگ زد و گفت که جلوی دادگستری هستم و از 3 نفر میخوام شکایت کنم. مادر امیر حسین سریع به دادگستری میره و ماجرا رو تعریف میکنه، اما اون روز کسی شکایتی ثبت نمیکنه. امیر حسین با خشم و عصبانیتی که داشته به خونه برمیگرده و به مادرش میگه برای دیدن یکی از دوستان بیرون میرم و برمیگردم زود، که چند ساعت بعد جنازه‌اش در حوالی شهر پیدا میشه.
اون تأکید میکنه بعد از پیدا شدن جنازه سه متهم دستگیر شدن و به تجاوز هم اعتراف کردن. الان هم این افراد رو به زندان داراب منتقل کردن. بعد از پخش شدن خبر مرگ امیر حسین و تجاوز به اون توسط سه نفر، واکنش های زیادی مردم نشون دادن. مثلا گفتن چرا اون روز براش پرونده تشکیل نشده؟ چرا برای بررسی به پرونده تجاوز بهش گفتن که شاهد بیا؟ آخه مگه جایی تجاوز میکنن که کسی ببینه؟ این چه قانونیه آخه؟ یا اینکه گفتن چرا دولت هیچ حمایتی از خانواده های بی سرپرست نداره که پسری که پدرش رو از دست داده باید روزی 12 ساعت کار کنه، همه ی نوجوانیش حروم بشه، آخرش هم گیره یه سری کفتار بیفته. تفلک انقدر مظلوم بوده که هم درس خونده هم کار کرده، یعنی یه نفر توی فامیلشون نداشتن که بیان کمکشون کنن. توی یه سری گزارش ها گفته شده که اون ستا متجاوز از اون پسر مظلوم و بیچاره در حال تجاوز فیلم گرفتن و با اون فیلم تهدیدش کرده بودن. آفرین بهش که واقعا نترسیده بوده و میخواسته ازشون شکایت کنه. چرا هیچکس شکایتش رو جدی نگرفته؟ چرا گذاشتن دوباره بره بیرون؟ چقدر تلخ و دردناک زندگی یه پسر نوجوان در ایران؟ کاربری هم گفته تفلک مادرش سرطان داره، خواهرش کوچیکه و مجبور بوده خرج خونه و زندگی رو بده. چرا هیچ کسی هیچ نهادی ازشون حمایت مالی نکرده که اون بچه نره سر کار و این بلا سرش نیاد؟ و متاسفانه ماجرای امیر حسین لابلای ماجراهای مهسا و اعتراضات بعدش گم شده. ما مردم نباید بذاریم خون پاکش پایمال بشه. نذاریم اون روانی ها واسه خودشون بچرخن و زندگی کنن و اینطوری با زندگی و آینده و جون نوجوان ها بازی کنن. مرسی از این که تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.